سلام به روی این تنان پرشین رپ ریاکشن رو دارم، هرچی که هستید خود درجه پاز انرژی مثبت باشید. با ستون رو هم در خدمتتون هستم، سهراب هستم. ستون رو توضیح بده برای وکس. What are you having right now right there؟ یعنی این که خیلی قشنگ قصابی کردی انگلیسی. چرا لاش زدم آقا، اومدیم با مثبت 18 بوریا بوتک. یعنی به نظر چقدر میتونه مثبت 18 باشه دیگه؟ من فکر میکنم که حداقلش اینه که باید هنسیریا رو بذارید، یعنی چون اسم آهنگ مثبت تو فرض کن تو دیگه فکر کن محتوا دیگه چیه، یعنی از کوزه هر آن چی همان برون تراوت که دروست آره. اسمش مثبت 18 دیگه یا علی. خب آقا تند سری بریم و بیایم بدون اتلاف وقت ریاکشن رو هم داشته باشیم. پرژن رپ ریاکشن. قبل از هر چیزی عشقا لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بعد از سابتون یک کامنت انگلیسی بذارید. راوت تو 600 و 700 و چقدر میشه؟ میگفت الان چنده؟ 669 و 999 پرام 669 70 660 من آخرین چیزی که دیده بودم 313 بود که تو یه ماه مثلا یو مثلا دورم بود مثلا میگفت 313 من اینجوری بودم که آه چی دیگه، حالا کامیونیتی یوتیوب فارسی انقدر نداره برای بچه آورد. آره واقعا اصلا من لکجا آورد. برای بچه لایک سابسکرایب فراموش نشه، به خاطر آرتیست عزیزتون حتما کامنت بذارید. زنگوله ها رو بزنید، زنگوله ها رو بزنید آل. بچه ها یه سری کانتنت ها داریم میسازیم، دو سه روز دیگه کانتنت های بزرگه، دو سه روز دیگه احتمالاً یا سه چهار روز دیگه میریم برای تصویر برداری، چون اوتدور اصلا نگم براتون. و اینکه قرار حسابی سه چهار ماهی لذت ببریم از کنار هم بودن. با حمایت هاتون میتونیم انرژی بدیم به ما و حالا الان داریم میگیم که این هست. با حمایت هاتون میتونیم انرژی بدیم به ما که یه مسیر عجیبی و یه سری کانتنت های نوشتیم که اصلا هیچی. آره. دیشب من داشتم میخوابیدم دفتر کنارم بود، دو تا چیز اضافه کردم. آره با صحبت میکنیم. آره. و اینکه میتونین تو رسانه ها هم بگین حالا که بچه ها بذارن اگه حالا کسی حواسش نبود، و اینکه شیر کنیم کارو بهتر کنیم واسه رنده. به زودی رنده میکنیم، شک نکنید. بریم که باشه شیر. 43 ثانیه بعد مثبت جز پوریا پوتک. ما بچه ها خیلی وقت داریم میگیم که یک کانتنت هایی میخواییم بسازیم. وسواسی که ما داریم برای این قضیه، یعنی یه چیز عجیب بریم نمیگم. حاجی پوریا پوتک اون موقع تازه با افل آشنا شده بود. دینگ دونگ دونگ دینگ. اون موقع آرتیست مستقلی بود پوریا دیگه خودش. آره آفرین. هنوزم که هنوزه همین چیزو داره. باد داره میکروفونو میبره. هنوزم که هنوزه ادیتاشو خودش میزنه. آره خیلی آدم مستقل در عملو. حاجی ما هم همینجوری بزن، یعنی همینجوری دینگ دینگ با بکنه. آره نا بکنیم. ما هم کل اینجا رو خودمون زدیم، مثلا دلمون نمیاد بریم به استاکار. پوریا چرا ابروات گرفته تو کاور؟ حاجی اون موقع مود بود تقریبا یه خورده. بچه اینو گوش ندیم و به اصرار شما اینو ریاکشن کردیم. نسخ اسم آلبومه؟ نسخ عالیه، دو نفریم عالیه، یه نفر پاس 16 بار پاس کرد. بذار نپذیرم که این یه تکه و اونجا تازه نفس کشی. یه خورده تمپو رو برده بالا، یه چیزی هست ولی ناموسن تمپو رو بالا نبرده، یعنی یه چیزی هست اونجا نفس نمیکشه آدم.
آره بابا این یه روب داشت میخوند، یه روب داشت میخوند فست. آره بتون خدا بتون. نه بین آها آها نفس میگفت آه حاجی اونجا چی اصلا یه جا فست شد آخه. آره یه روب فست بود فقط. به اینجا نه نمیبذیرم نه آمفتامین آنتنای آره با هی داره این کار به سرعتش اضافه میشه. آره همینجوری انگار داره اون نمیدونم واقعا داره اتفاق میفته یا نه. آجی به قول بویا بویتک در نفس نمیدونم من که اصلا لیریکو واقعا یه آنتن فقط اون وسط شنیدم که تو هم گفتی آمفتامین آنتنایم یه چیزی هم گفت یادم. آره من فقط همین چیزها رو شنیدم ببین ولی به شدت حالا فست یا چرا من متوجه شدم من امشب به پوریا زنگ بزن حاجی زنگ بزنیم آره زنگ این ما اینو ریاکشن گرفتیم ولی بگو اینو بگو یا نه حاجی ببین خط داستانی داشت یعنی داره حرف میزنه واقعا مهمل نیست با من فکر میکنم باید حداقل یک دو بار دیگه گوش بدم تا بفهمم چی داره میگه چون الان بیشتر اینجوری هم مثلا به محوریت کار اینه که مثلا انگار من الان تو لباسشویی الان دارم اینو گوش میدم آره اصلا نمیفهمم من تا جایی که متوجه شدم اینجوریه که مثلا جایی که ما هستیم تو راه نمیدن و به من دست نزن من چون چتم الان و این داستانا و آگه ماری جوانا هم شده بودم آره محوریتش اینه آره. مثلا موضوع داره مثلا بعضی مهمل میگن فسته ولی مهمل نیست مارو جی انتقادامون هم کردیم مثبتاش هم گفت شروع میشه وای این دار کند شدنه ترسناکه وسط هیچ ده حرف و ملفظم میزنن خب اینم خط داستانی داره نمیدونم این دوست عزیزمون کیه اسمی هم نوشته نیست احتمالا مثبت 18 شاید هم اسم طرف مثبت 18 اسم آهنگ نیست مگه نمیدونم حاجی برای آخه هیچ جا نوشته فقط همینه یادم رفت این آهنگ هم سخت پیدا کردیم بچه ها تو اکانت خود پوریا نبود و یادم رفت فیزی میخواستم بگم خط داستانی داره اینم خط داستانی داره خط داستانیش می‌خواستم بگم رفیقمون که ها گفتی نمیدونم این رفیق آره نه خط داستانیش می‌خواستم بگم که الان یادم عجب شبیه به جهنم شبیه عملات مورفین به مغزم شدیده می‌بینی اسلو کنی خوبه تکس ولی محوریت این آهنگ باید ببینی چیه محوریت این آهنگ اینه که مثلا من چالش فستخانیه یه جورایی می چی میگم فکر میکنم اینه اصلا محوریت آره حمید منفی امیر منفی حمید حمید منفی هم مریض بود موزیک چقدر مریض شروع شد اینجوری تموم شد
شاید هم پرودیوسر حمید منفی بوده باشه. چرا پرودیوسر مریض بوده باشه اون موقع؟ نمیدونم. داشتم چه پروژه ای یار. آجی. اصلا اذیت بود، این چرا اینجوری بود؟ آجی اینم مثبت 18 از پوریا پوتک که خیلی گفته بودید توی کامنت ها و اینا. این از ریاکشن مثبت 18 از پوتک عزیز، نظرتون رو بگید و اگه خط داستانیشو میدونید تعریف کنید برامون. خب انتقاد پیشنهاد. انتقاد خب برای پوتک 2012 اصلا آره انتقادی نمیشه بهش کرد. آره مثلا ما دیگه تو اون زمان نیستیم که بخوایم الان با چیزی مقایسش کنیم. این برادرم باحال بود. اون زمان فکر می‌کنم ببین یه زمان تو زمان خودش لاقل بد بود. آره حداقل 10 سال پیش. تقریبا 10 سال پیش. 10 سال پیش 2012 نمیشه بود. برای 10 11 سال پیش فکر می‌کنم اون زمان آپلودش که 2021ه ولی خب اشتباه کاور زده بود فکر کنم 2012. اون زمان فکر میکنم رپ همین بود، رپ مختص بود به فست خوندن و فلو زدن و همین و اینکه رو وزن باشی. آره چیز بیشتر از این نبود. آره دیگه پانچ لاین و اینا و موقع اصلا نمیگم نبود واقعا، ولی من الان دارم یادمه که مرد سبز و امیر خلوت 88 داده بود 90 اینا فکر میکنم. آره فکر میکنم امیر خلوت موقع با لانتان کار میکرد. اگه بخوام به قیاس بگیرم با همین خلوت اون زمان پوریا بد نم، من نمیشه الان قضاوت کرد اصلا. آره خیلی سال گذشته داشت، خیلی سال گذشته آفرین. و آره الان بزن. باید ببینید آرتیست چیه به نظر شما، چی نظر چیه؟ من میخوام، من اصلا با قیافه پوتک حال نمی کنم. عالی شد یاروی انتقادی نداره بکنه ایت میکنه. خب آره شوخی کردیم با اینکه امپوریا شده سره. ولی اوکی دیگه، حالا ما یه قشنگ بود راجب آلبوم یه سری انتقادا شده بود آلبوم پوریا پوتک. اونایی که موافقن تو کامنت ها ما رو سوراخ کنن که یک صحبتی راجب آلبوم داشته باشیم، چون آره چون گفته بودن که آلبوم اوورریتد و زیاد بهش بها داده شده. آره. اونقدر با ارزش نیست. شما نظرتون رو به عنوان مخاطب پوتک حتما تو کامنت ها بنویسید، چون میخوایم احتمالاً یه برنامه بسازیم و راجبش صحبت کنیم. آره راجبش صحبت کنیم. و اینکه من هنوز نظرم مثبت راجب آلبوم با این همه اینکه همه شاید مشکل داشته باشن، همه بگن به خاطر عدد پوریا پوتک یه سری نظر رو موافق بود و این داستانا. من یعنی من به شخصه به عنوان کسی که گوش دادم حرف فر زدن دارم، یعنی میخوام یه سری چیزها رو بگم که بگم نظر من اینه، حالا یه نفر شاید مخالف باشه، من اصلا کاری هم ندارم که حالا با پوریا اوکیم یا هر چیزی، انتقادا رو باید گفت. ولی من مثبتم نسبت به آلبوم هست، راجبش صحبت میکنیم حتما اگه تو کامنت ها درخواستشو جر بدید. دم تک تکتون گرم، مثل که تا اینجای برنامه ما همراه بودید. خیلی دوستتون داریم، جاتون تو قلب ماست. یا علی و خلاص. یا علی.